سرزمین موعود. بالاخره زمان اون رسید که قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود یعنی کنعان بشه. در اونجا شهری بود به نام اریها که دور تا دور اون با دیوارهای محکمی محافظت می شد. یوشع دو جاسوس به اون شهر فرستاد. در اونجا فاحشه‌ای به نام راهاب زندگی می کرد. اون جاسوسان رو نزد خودش پنهون کرده بود و کمکشون کرد که از شهر فرار کنن. اون چون به خدا ایمان داشت این کار رو انجام داد. جاسوسا به راهاب قول دادن که وقتی اریها رو نابود کردن از اون و خانواده‌اش محافظت کنن. برای ورود به سرزمین موعود اسرائیلی‌ها میبایست از رود اردن عبور می‌کردن. خداوند به یوشع گفت: کاهنان را پیشاپیش بفرست. وقتی کف پای کاهنان به آب رود اردن رسید، جریان آب بند اومد و اسرائیلی‌ها تونستن روی زمین خشک به اون طرف رودخونه گذر کنن. بعد از اون که قوم از رود اردن عبور کرد، خدا به یوشع گفت که برای یورش به شهر قدرتمند اریها آماده بشه. خدا به مردم گفت: کاهنان و سربازان باید 6 روز روزی 1 بار گرد شهر راه پیمایی کنند. پس کاهنان و سربازان این کار رو انجام دادن. در روز 7 اسرائیلیان میبایست 7 بار شهر رو دور بزنن. بعد از اون کاهنان در شیپور خودشون بدمن و همه مردم فریاد بلند سر بدن. اونها این کار رو انجام دادن. اون وقت دیوارهای دور تا دور اریها فرو ریخت. اسرائیلی ها همه چیزهای درون شهر رو طبق فرمان خدا نابود کردن. تنها راهاب و خانواده‌اش که به اسرائیلی ها پیوستن در امان موندن. وقتی دیگر قوم‌های ساکن در سرزمین کنعان فهمیدن که اسرائیلیان اریها رو ویران کردن، به وحشت افتادن که نکنه قوم اسرائیل به اونها هم یورش ببرن. خدا به قوم اسرائیل فرمان داده بود که با هیچ قبیله‌ای در کنعان پیمان آشتی نبندن. ولی یکی از قبیله‌های کنعانی به نام جبعونیان به یوشع دروغ گفتن و ادعا کردن که از جایی دور از کنعان اومدن. اونها از یوشع خواستن تا با اونها پیمان آشتی ببنده. یوشع و رهبران دیگه اسرائیل بدون مشورت با خدا پیمان صلح با جبعونیان بستن. بعد از 3 روز اسرائیلیا دریافتن که جبعونیان در حقیقت اهل کنعان هستن. پس از فریب اونها خشمگین شدن، اما پیمان صلح رو با اونها نشکستن، چون اون پیمان در حضور خدا بسته شده بود. مدتی بعد از اون پادشاهان قبیله دیگه از کنعانیان به نام اموریان وقتی شنیدن که جبعونیان با بنی اسرائیل پیمان صلح بستن، با هم دیگه هم پیمان شدن و سپاهیان خودشون رو جمع کردن و به جبعونیان یورش بردن. جبعونیان از یوشع درخواست کمک کردن. یوشع سپاه اسرائیل رو جمع کرد. اونها تمام شب در راه بودن تا به جبعون رسیدن. صبح زود اموریان رو غافلگیر کردن و به اونها حمله کردن. خدا اون روز برای اسرائیل جنگید. اون اموریان رو سردرگم کرد و تگرگ‌های بزرگ از آسمان فرود آورد که بسیاری از اموریان رو کشت. همچنین خدا کاری کرد که خورشید در آسمان از حرکت بازیسته تا سربازان اسرائیلی زمان کافی برای شکست کامل اموریان رو داشته باشن. خدا در اون روز پیروزی بزرگی رو برای اسرائیلیان فراهم کرد. بعد از اینکه خدا اون لشکریان رو شکست داد، بسیاری از قبیله های دیگر کنعانی برای حمله به اسرائیلیان با هم همپیمان شدند. یوشع و اسرائیلیان بر اونها یورش بردن و نابودشون کردن. بعد از این جنگ ها خدا سهم هر قبیله اسرائیل از سرزمین موعود رو به اونها بخشید. و سپس خداوند آرامش رو در تمام مرزهای اسرائیل برقرار کرد. چون یوشع سال خورده شد،
همه ی قوم بنی اسرائیل رو دور هم جمع کرد. سپس او به مردم یادآوری کرد که اونها قول داده بودن از عهدی که خدا بر کوه سینا با اونها بسته بود اطاعت کنن. مردم قول دادن که نسبت به خدا وفادار بمونن و از شریعت او اطاعت کنن.